از سایت اپل میتونید یک سری پیش فرض های اصلاح رنگ جدید دانلود بکنید. همونطور که شما اینجا میبینید توی سایت apple.com، Final Cut Studio و Resources، یا اگر توی صفحه اصلی Final Cut Studio بیایید Resources رو بزنید، میتونید به اینجا مراجعه بکنید. از اینجا قسمت Color Looks، همونطور که شما میبینید اینجا نوشته شده که 90 پیشفرض جدید اضافه شده که میتونید از اینجا دانلودش بکنید. به محض زدن این لینک این صفحه باز میشه و شما با زدن دانلود میتونید اون رو توی هاردتون دانلود بکنید. یه همچین ایمیجی توی سیستمتون برای شما درست میکنه که با دابل کلیک کردن روش کالر لوکس باز میشه. همونطور که اینجا توضیحش وجود داره، شما باید این فولدرها رو کپی بکنید توی قسمتی که یوزرتون وجود داره. یعنی مثلا برای من کینگ، لایبرری، اپلیکیشن ساپورت، اینجا میایید توی کالر، افکس و کپی میکنید تمام اونها رو به اینجا. اگر بیاید دوباره توی کالر، البته باید یک بار باز و بستش بکنید اگر باز باشه، توی کالر افکس و توی قسمت کالر افکس بین این هم فولدرها رو شما میبینید. حالا این فولدرها هر کدومشون یک سری پیشفرض تصویری خاص ممکنه توشون باشه. به طور مثال ممکنه شما بخواید تصویر رو سرد بکنید یا گرم بکنید، یا اسکین سافت که برای نرم کردن پوست هست بهش اضافه بکنید. به طور مثال من اینجا اگر بخوام یکیش رو نشونتون بدم، مثلا ما این گلایدیتورمون رو اگر بخوایم میتونیم بیایم توی کالر افکس بین، توی اسکین سافت و مثلا این اسکین سافت رو یک رو بهش نسبت بدیم، یا حالا دو یا سه یا هر کدومش که مناسب تره بر ما. به طور مثال من اینجا این کالر افکس سافت اسکین یک رو بهش نسبت میدم و حالا قبل و بعدش رو مقایسه میکنم. شما همونطور که میبینید تصویر ما توی صورت این بازیگرمون تاثیرش کاملا مشخصه و یه مقدار پوست رو نرم‌تر میکنه. حالا به تناسب کاری که شما دارید هر کدوم از اینها رو میتونید بزنید. به طور مثال گلو و حالا یا وارم، البته خودش بنز کافی وارم هست، بنز کافی گرم هست، من میخوام یه ذره سردش بکنم، یا کولد به طور مثال. ببینید شما اینجا کاملا مشخصه که تصویر خیلی خنک‌تر میشه از نظر رنگ دمای تصویری. و حالا هر کدوم از اونها رو که خواستید بنا به میل خودتون تغییر بدید و دقیقاً اون چیزی رو بهش برسید که دلخواه خودتونه، چون ممکنه هیچ کدوم از این پیشفرض‌ها دقیقاً بنا به میل شما کار نکنن. به طور مثال توی گلو ممکنه که شما، حالا اینجا به طور فرضاً این رو اگه بزنم، شما ممکنه ببینید که این کی شما، HSL کی شما اون چیزی نیست که میخواید مثلا فرضاً اینجاها فقط درخشان‌تر بشن. میتونید بیاید محدودش بکنید یا میتونید بیاید اون رو خیلی کمتر بکنید یا اون رو جابجا بکنید و دقیقاً به همون چیزی برسید که خودتون میخواید، نه حالا چیزی که الزاماً پیش فرض نرم افزاره. من ممکنه بخوام این رو یه خورده محدودتر هم بکنم، مثلا به این شکل. حالا اگه نتیجهش رو ببینم، همونطور که میبینید فقط کلاه خود این قهرمان ما براق‌تر شده و شاید اون نزدیکتر باشه به اون چیزی که من میخوام. قبل و بعدش رو اگه بخوایم ببینیم، فکر کنم اینجوری واضح‌تر و مشخص‌تر باشه که به اون فلزی که روی سرشه ما یه حس براق‌تر و جلادارتر بدیم، یا حالا هر چیزی که مد نظر شما باشه.